شمار سربازان آمریکایی در افغانستان 7 سال پیش در بالاترین رقم خود چیزی حدود 100,000 نفر بود. حالا صحبت از باقی ماندن 7,000 سرباز است. اگر طرح خروج سربازان آمریکایی تصویب شود، حدود 7,000 سرباز دیگر به خانه می روند. این طرح قرار است کمی بعد از سال نو میلادی به دونالد ترامپ ارائه شود. شبکه خبری NBC به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته تا کنون تصمیمی گرفته نشده، اما دونالد ترامپ می‌خواهد گزینه‌های خود برای خروج سربازانش از طولانی‌ترین جنگ آمریکا را بررسی کند. دولت افغانستان اما می‌گوید این خروج تأثیری بر روند امنیت نخواهد گذاشت، چرا که نیروهای آمریکایی در روند آموزش، مشورت و حمایت فنی فعال بودند و در میدان جنگ با شورشان حضور نداشتند. به گفته دولت افغانستان، پس از خروج بیش از 100,000 سرباز خارجی در سال 2014، در 4.5 سال گذشته بار جنگ و تأمین امنیت این کشور بر دوش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بوده و با توجه به جنگ گسترده، نیروهای زمینی و هوایی روز به روز قوی تر شدند و این روند ادامه دارد. موضوع خروج سربازان آمریکایی همزمان شده با گفتگوهای طالبان با نمایندگان آمریکا. به گفته مقام‌های گروه طالبان، آنها در دست کم 3 بار صحبت با زلمه خلیلزاد، نماینده آمریکا برای صلح افغانستان، خواهان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. یک مقام ارشد سابق وزارت خارجه آمریکا هم برای ترس گفته، درخواست کاخ سفید برای بررسی طرح‌های خروج نیروهایش از افغانستان می‌تواند برای دادن پیامی به طالبان باشد. علی حسینی، BBC، کابل. امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان از کابل به ماست. آقای حبیبی، دولت افغانستان گفته خروج نیروهای خارجی بر روند تامین امنیت افغانستان تأثیری نخواهد گذاشت. آیا درست این گفته؟ ببینید، اگر از ظرفیت‌هایی که در افغانستان هست استفاده درست شود، تأثیر به سزایی نخواهد داشت، ولی در این که میزان کمک نیروهای بین المللی و متحدین افغانستان رو در افغانستان کاهش میدهد، در این شک نیست. ببینید، از زمانی که دولت آقای ترامپ روی کار آمد و نظامیان ایالات متحده آمریکا در افغانستان اختیارات بیشتری داد که بتوانند در جایی که صلاح میدانند وارد عمل شوند و صرفا ماموریتشان در مورد مشوردهی و کمک‌های مشورتی نباشد، بلکه در عملیات ها هم شرکت بکنند، به خصوص از لحاظ هوایی، و پشتیبانی بکنند و کمک بکنند به نیروهای افغان. و چنین کمک می‌کردند واقعا. در هر جایی که نیروهای افغان دچار مشکل می‌شد، قندوز، غزنی و جای دیگر، نیروهای بین‌المللی و کمکشان می‌شتافتند. احتمالاً اینکه این نیروها کاهش پیدا می‌کنند، در این سطح کمک‌ها یا در میزان کمک‌های نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو به افغانستان کاهش دیده شود. آقای حبیبی، در تمام این سالها دیدیم که در مقاطع خیلی زیادی طالبان قدرت گرفتند و الان هم در مورد طرح صلح، همین دیروز ما از قول آقای خلیلزاد شنیدیم که او معتقد نیست که طالبان واقعا به صورت جدی در این روند دارن شرکت میکنن. الان چه تأثیری خواهد گذاشت در حضور اونها در افغانستان و دیگر گروه های که باعث ناامنی در افغانستان بودند؟ ببینید، به نظر من گفته آقای خلیلزاد تا حدودی شاید درست فهمیده نشده باشه. آقای خلیلزاد منظورش این بود که به این تحت این عنوان میگفت که گروه های مخالف یا طالبان باید از این فرصتی که پیش آمده استفاده بکنن، یعنی میخواست تحت فشار قرار بدهد مخالفین ده. عرض کنم که احتمالاً حلقاتی در مخالف دولت یا در سمت مخالف دولت افغانستان باشن که از این فرصت این به نفع خود تلقی بکنن، فکر کنن که خب شرط اساسی که
نیروهای مخالف حتی در مذاکرات صلح گذاشته بودند که اون خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان بود، بخشی از این نیروها هم اکنون خارج میشوند. بنابراین یک قدمی از اهداف از اونها برآورده شده. ولی من فکر میکنم که اگر این کاهش نیرو به معنی کاهش تعهد ایالات متحده آمریکا در افغانستان نباشد، تأثیر بسزایی روی روند فعلی نخواهد داشت. ولی تأثیرش در منطقه چه خواهد بود؟ ببینید، در منطقه هم حلقاتی کشورهایی در منطقه هستند که خواهش خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان هستند. ولی من فکر میکنم علارغم این که سنجش آقای ترامپ سنجش این است که چقدر خرجی برای آمریکا برمی‌دارد و چه منافعی برای آمریکا دارد، من فکر میکنم سنجش دولت آمریکا در مورد این که منافعشان در اینجا این حضور نیروهایشان چقدر منافعشان رو تامین میکنند سنجشی است که چندان روشن نیست. و فکر میکنم که نهادهای امنیتی در ایالات متحده، وزارت دفاع، فرض کنم که حلقات امنیتی در داخل یا ملیتری استبلیشمنت آنچه که میگن در ایالات متحده آمریکا، در مورد خروج کامل نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان مقاومت خواهند کرد و احتمالا نخواهند پذیرفت. متشکرم از شما امین الله حبیبی، تحلیلگر مسائل نظامی افغانستان از کابل.